سلام خوش اومدیم به کانال یوتیوب کریپتو فارسی من علیرضا امروز میخوام در مورد دو تا موضوع خیلی مهم صحبت بکنم اولش این که چطور صرافی ایرانی معروف که خیلی هم ادعاش میشه با کارمزدی که میگیره گوش تریدرها رو میبره و بهتون میگم که چرا دیگه هیچ وقت تو این صرافی یا حسن صرافی ایرانی معاملات لورج باز نمی کنم تو قسمت دوم ویدیو هم در مورد کم شدن قیمت بیت کوین صحبت میکنم و بهتون میگم که خودم چه استراتژی رو میخوام پیش بگیرم پس اگه موافقین ممنون میشم که با لایک و سابسکرایب ویدیو با من همراه باشین آقا من همیشه از اینام که فاز ایرانی بازی برمیدارم با خودم میگم که از محصولات ایرانی بذار حمایت کنیم نمیدونم کمک کنم به پروژه های ارزی دیجیتال ایرانی چند روز پیش اومدم یه چند روز که نه تقریبا 20 روز پیش اومدم یه معامله گفتم بذار حالا که صرف ایرانی معاملات اهرمدار یا با لورج بردن بیام یه معامله لورج تو این صرافی بکنم و ببینم چی جوریه و اصلا اگر خوب بودن کم کم بیام تو این صرافی معامله کنم آقا معامله کردن همان و بعد از چند روز من تازه فهمیدم که این صرافی‌ها یه جوری کارمز میبرن برای تریدرهای لورج حالا یا به قول خودشون تعهدی که آدم دعا میکنه که صد ای کاش که دزد سرگردنه به زده بود یکی دو تا از این معاملاتی که باز کردم تو صرافی نوبیتکس رو بهتون بدم که ببینید چه اتفاقی برای داره من افتاده توی معاملات تعهدی یا معاملات حالا لورج من اون چهار تا موقعیت باز کردم حالا کاری نداریم بینه خب همشون تقریبا شبیه همه یعنی همشون به همین سبک اومدن کارمزدی کم کردن که خیلی خیلی بیشتر از حالت استاندارده حالا من یکیشو مثال میزنم بقیش هم همین جوریه یعنی خیالتون راحت که تو هیچ کدومش کم نذاشتن مثلا یه دونه معامله تعهدی اومدن باز کردم حالا با لورج اینجا یه اسمش گذاشتن خرید تعهدی همون لانگی که تو صرافی ما میشناسیمش این معامله رو من یه ماه پیش باز کردم بیت کوین خریدم با تومن یعنی جفت ارز BTC IRT لورجی هم که برای معامله انتخاب کرده بودم لورج بود قیمت ورود و قیمت خروج هم, زده قیمت خروج هم زده 4 میلیارد و 328 میلیون قیمت ورود هم, زده 2 میلیارد و 890 میلیون یعنی اون زمانی که قیمت بیت کوین 2 میلیارد و 890 میلیون بود من این معامله رو باز کردم سودی که اینجا برام زده چقدره سودی که اینجا برام زده زده 18 میلیون 18 میلیون و 400 هزار تومان و چه تضمین هم چقدر بود یعنی همون مارجینی که حالا خودمون میشناسیمش 25 میلیون تومان من اومدم باج لورج سه باز کردم یعنی تقریبا معادل 75 میلیون تومن قدرت خرید تو چه قیمتی تو قیمت 2 میلیارد 890 میلیون تومن حالا بریم یه حساب کتاب بکنیم اینجا حالا مثلا خیر سرش اومده اطلاعات زده ولی یکی از مهمترین چیزا یعنی اون مقدار بیت کوینی که من خریدمو نزده که اگه بخواد یکی حساب کتاب بکنه بعد بره ببینه که آقا مثلا اون زمان که قیمت بیت کوین بوده 2 میلیارد 890 میلیون تومان با 75 میلیون تومانی که با احتساب ضریب بوده چقدر بیت کوین حالا کاری به این نشم نداریم که نظر خودمون میریم حساب کتاب میکنیم سودی که من بعد به دست بیارم قاعدتا اینجوریه که قیمت خروج از قیمت ورود کم بکنم زب در مقدار بیت کوینی بکنم که با احتساب لورج خریدم حالا بریم تو ماشین حساب حساب کتاب کنیم خب همونجوری که بهتون گفتم من 4 میلیارد و 328 میلیون 930 هزار تومان اومدم از 2 میلیارد و 890 میلیون تومان کم کردم شده 1 میلیارد و 438 میلیون و 930 هزار تومان این تغییر قیمت یک بیت کوین اما من که یه بیت کوین نخریده بودم من چقدر خریده بودم مقداری که من خریده بودم اینجا نوشتم صفر از صفر 25932 طرز حساب کتابش هم که گفتم دیگه تو همون قیمتی که بیت کوین خرید کردم با لورج سه اونقدر بیت کوین خریدم حالا من میام اون ضرب در این می کنم 0.0 25932 سودی که بدون احتساب کارمزد بعد ببرم حدود 37 میلیون و 314 هزار تومنه خب شما بگو بابت بالاخره کارمزد تراکنش معقول دیگه یه صرافی درآمدش از هزینه کارمزد تراکنشش به دست میاد برای 100 میلیون تومان اگه یک درصد هم در نظر بگیری میشه یک میلیون تومان خرید یک میلیون تومان فروش دو میلیون تومان هم میشه کارمزد تا تازه اگه یک درصد در نظر بگیریم که اصلا اینطوری نیست تو صرافی خارجی که اصلا نیست تو صرافی ایرانی هم حتی این رقم نیست حالا بگو میشه 35 میلیون تومان 35 میلیون تومان کجا 18 میلیون تومانی که اینجا برای مسعود نوشتن کجا یعنی 17 میلیون تومن از سودی که حق من بوده و میتونستم ببرم رو جناب صرافی نوبیتکس زده تو گوشش حالا توجیهش چیه برای این حرف من کلی به پشتیبانیش پیام دادم که آره آقا این چجوریه شما چجوری حساب کتاب کردین بعد از اینکه چهار پنج نفر اومدن و هر چهار پنج تاشون قد شدن این پاس داد به اون یکی اون پاس داد به اون یکی حساب کتاب کردن گفتن آقا درسته من هر جی حساب کتاب میکردم اینا من جور در نمیاد که داستان چیه اومدن گفتن آهان طبق قوانین ما یه قوانینی داریم که اینجا هم قانونش رو نوشتیم قانون چیه اینا میتونن روزی دو درصد اگر پوزیشن توی سود باشه از سودی که شما بردین رو بزنن تو گوشش یعنی بدون هیچ زحمتی از معاملی که شما دارید دو درصدش رو برمیدارن کجای دنیا همچی چیزیه حالا الان برای معامله که من باز کردم مثلا حدود 20 تا 25 روز بوده زب در دو بکنه میشه حدود 50 درصد از سود رو زدن تو گوشش استدلالشون هم اینه که آقا این همینه دیگه اینجوری قوانین ما اینجوریه تازه تازه اینجا هم نگاه بکنید نوشته نوشته به ازای هر روز تمدید وکالت دو درصد از سود از سهم سود محقق شده احتمالی به مالکان دارای استخ تعلق میگیرد بعد تازه بجز این یه هزینه کارمزد نمیدونم تمدید موقعیت هم دارن که هر موقع حال کنن اونم میتونن کم بکنن یعنی این دو درصد روزی هیچی نبود یک تم... کارمزد تمدید موقعیت هم دارن بعد حالا یه ذره پایینتر اصلا یه چیز دیگه نوشته نوشته که حق داریم تا سه درصد حتی برداریم اینا حالا دوباره یه جور دیگه نشته هر موقعیت تا پایان هر روز ساعت دوازده فرصت تصویه دارد در صورت عدم تصویه به مدت زمان آن برای یک روز دیگر به صورت خودکار تمدید می شود. این تمدید همانطوری که در بخش سودوزیان گفته بود با کاهش سه درصد از سهم کاربران از سود نهایی و همچنین کسر مبلغی به عنوان مبلغ کارمزد تمدید موقعیت همراه هست تازه یه دونه کارمزد خرید و فروش هم که دارن اینجوری حساب بکنیم مثلا اگر شما برای یه بازی حتی پوزیشن تو سود باشه اینا میان ور میدارن روزی دو درصد یا سه درصد هم هر که اینجا نوشته رو برای خودشون ور میدارن بعد اگه پوزیشن بره تو ضرر هم دیگه به اینا ربطی نداره خلاصه که عزیزان دلم نکنید تو صرافی ایرانی اگر میخواید معاملات لورج باز کنید پی سود و اینا رو همه رو از تحت تو بیرون کنید منم بار آخرم بود که دیگه تو این صرافی نوبیتکس که ادعاش هم میشه اصلا کاری ندارم رابطه کاربریش افتضاحه کاری ندارم که نقدینگیشون اصلا در سطح صرافی جهانی نیست به هیچ کدومش کار ندارم ولی دیگه این که اینجوری میای میزنه تو گوش سود مردم من مگه ببخشید عقزم تاب داره مگه دیوانم که بیام تو صرافی ایرانی ترید بکنم که تو بخوای روزی دو درصدم از سود منو برای خودت برداری من لینک صرافی مکس رو براتون میذارم لینک صرافی کوینکس رو میذارم ترید لورج انجام میدید با لورج با نقدینگی بهتر یه فاندینگ فی همش باید کنید. تا کنید اون فاندینگ فی هم همیشه که به ضررتون نیست بعضی وقتا هم حتی به هم میشه اصلا قابل مقایسه با همچی چیزی نیست بیشتر از ده برابر از اون چیزی که واقعا صرافی های خارجی کارمز برمیدارن این صرافی نوبیتکس یا صرافی ایرانی کارمز برمیداره من لینکش رو تو سعرف... تو قسمت توضیحات میذارم میتونید ثبت نام کنید تازه تخفیف کارمزدم هم دارید و اینکه هزینه کارمز خدماتتون خیلی خیلی پایین از این حرفا در خب بریم سراغ قسمت دوم ویدیو که قیمت بیت کوین هم جوری که میدونین کم شده خوبم کم شده یه جورایی که از خدا که پنهون نیست از شما چه پنهون من خودم ریخته <تصفح> البته که این موضوع چیزی نیست که نشد پیش بینیش کرد تقریبا الان حدود ده درصد ریخته حالا یه ذره قیمت داره میره بالا بزنین یه ویدیو کوچولو رو بهتون نشون بدم که این ویدیو رو من تقریبا همینجوری که اینجا میبینین تو یوتیوب یک ماه پیش ضبط کردم خب مال زمانی بود که نوشته بودم آقا اگر الان پول نداری اشکالی نداره صبر کن قیمت بیت کوین یه ذره بالا اصلاح که داد وارد شو یه 10 ثانیه از این ویدیو رو ببینیم تا بعد بهتون بگم داستان چیه حالا اگه فرض بگیریم قیمت بیت کوین مثلا تا 70000 دلار بره بالا اگه چیزی بین 20 تا 30 درصد بخواد اصلاح بده یعنی مثلا اگه فرض کنیم 20 درصد اصلاح بده بعد از 70000 دلار 14000 دلار کار کنیم میشه حدود 56000 دلار یعنی شما دو ماه بعد این احتمال وجود داره براتون که بتونید مثلا بیت کوین رو با حدود 56000 دلار بخرید پس این این حرف من کی می زدم این حرف زمانی می زدم که یک ماه پیش قیمت بیت کوین تو حدود 52000 هزار دلار داشت معامله می شد برای کسایی که میخوان ما پول نداریم از بیت کوین موندیم. الان اتفاقی که افتاده تقریبا قیمت بیت کوین تو هم 70 هزار دلار رفته بالا اما تا اینجا یه کار حدود 11 درصد 10 11 درصد اصلاح داده خب احتمال اینکه بیشتر هم اصلاح بده هست اما استراتژیایی که میتونیم بچینیم چیه من برای خودم که حالا مثلا بیت کوین نامو تقریبا خریدم ولی خب دوست دارم با توجه به شرایطی که بیت کوین داره به موقعیتم اضافه بکنم که حالا راجعش صحبت میکنیم من خیلی خیلی کوچیک تو این قیمت ها خریدم ولی خیلی امیدوارم که یعنی احتمال این وجود داره که قیمت بیت کوین حالا نشد تا همون 54000 دلار ولی من فکر میکنم تو بازه 60000 دلار حالا تا 61 دلار دو یا 58000 دلار یه شرایط خرید خوب برای خودم باشه یعنی احتمالاً یه پلی دیگه من ورود میکنم تو این قیمت ها اما اگه کسی باشه که تا حالا هیچ خریدی نکرده یا جام مونده یا حس میکنه واقعا بیت کوین کم داره من فکر میکنم تو همین شرایط میتونه یه پله خریدیشو رو بزنه هرچند که احتمال داری که قیمت پایین تر بره واقعیت اینه که همونجوری که بهتون گفته بودم تو این ویدیو هم بهتون گفتم که آقا بیت کوین اصلاح داره اصلاح 20 تا 30 درصدی تو دوره ها و سیکل های گذشته به مراتب داشته تو این ویدیو گفتم اگر برید نگاه کنید مثلا 5 6 تا اصلاح رو نشونتون دادم توی سیکل های قبلی حداقل تو هر سیکل اما موضوع اینه که واقعا نمیشه 100 درصد گفت که هر اتفاقی که تو سیکل های قبلی افتاده تو این سیکل هم میفته محتمل ترین گزینه اینه که حالا ما یه همچین اصلاحی داشته باشیم حالا یه شاید یه مقدار بیشتر و دوباره به سمت بالا بریم ولی نمیشم 100 درصد که اصلا این اتفاق میفته ممکن اصلا ما تا 40000 دلار هم بریم پایین اما با توجه به شرایط فاندامنتال که همچنان مثبته یعنی وجود ETF ها هستند کشورهایی که بیت کوین میخرن میشه انتظار داشت که شانس اینکه که قیمت افزایش پیدا بکنه بیشتر از این کاهش پیدا بکنه سناریوهای محتمل یعنی محتمل ترین سناریو هم اینه که حالا قیمت بیت کوین یا از همینجا برمیگرده و میره بالاتر یا یه مقدار مثلا ممکنه تا حتی 66 67 68 هم بره بعد دوباره بیاد پایین تر تا مثلا همون حدود 60000 دلار این دوتا تا محتمل ترین گزینه های رو میزه و چرا من فکر میکنم حالا من اگه یادتون باشه گفتم تو دوره های قبلی اصلاح سی درصدی داشتیم سی درصد برای 7 سه هزار دلار قیمت رو میبره تو حدود پنجا و یکی دو هزار دلار اما چرا من میگم که مثلا شاید 20 درصد کاهش قیمت میتونه شرط خوبی باشه به دو دلیل من این حرف رو میزنم دلیل اول اینه که تو سیکل قبلی ETF های بیت کوین وجود نداشتن ETF های بیت کوین معمولا سرمایه‌گذاری حرفه‌ای‌تر و سرمایه‌گذاری سازمانی هستند که چیزی که تو این چند وقت دیدیم به شدت تشنه بیت کوین بودن و معمولا هم این سرمایه گذارا بیت کوین رو برای بلند مدت میخوان هرچند که حالا برای کوتاه مدت هم خیلی تریدرن ولی معمولا این سرمایه گذاری که حدود یک درصد تا دو درصد از رو میخوان به بیت کوین اختصاص بدن که کم هم نیستن و حالا احتمالا به مرور هم امیدوارم بیشتر بشن اینا دیگه برای یه ماه دو ماه بیت کوین نمیخرن که اینا میخرن مثلا برای بلند مدت تو سیکل قبل همچین ستونی رو نداشتیم نکته دوم اینه که ما الان داریم نگاه میکنیم به سیکل های قبل میگیم سی درصد کاهش داشته پس همه بیان سی درصد بیت کوین رو تو قیمت پایینتری بخرن ما تو سیکل های قبل نمیتونستیم اینقدر مطمئن بگیم که آقا مثلا سی درصد کاهش پیدا میکنه و بعد دوباره رشد میکنه الان با نگاه به سیکل های گذشته داریم طبق این نه تنها من خیلی از تحلیلگرها دارن استنباط میکنن که آقا ما 30 درصد, پا درصد از پایین 30 درصد از اوج قیمتی که حدود 70000 دلار باشه وارد خرید بیت کوین میشه. اما واقعیت اینه که خب الان با توجه به اون خیلی ها سعی میکنن تو قیمت بالاتری بگیرن که حتما بیت کوین بهشون برسه برای همین من فکر میکنم که اگر ETF ها نترسن که بیان شروع کنن به فروش بیت کوین که حالا تا دوشنبه بعد صبر کنیم نتیجهشو ببینیم احتمالاً اصلاح سی درصدی نداریم حالا ممکنه حتی تا 15 20 درصد یا شاید دیگه به نظر من در نهایت تا 25 درصد اصلاح داشته باشیم ولی بعید میدونم که مثل سیکلای گذشته 30 درصد یا بیشتر از اون اصلاح داشته باشیم برای این استراتژی که من میخوام پیاده بکنم و اصلا هم لزومی نداره که درست باشه خب امیدوارم که این ویدیو براتون جالب بوده باشه اگه اینجوری بود ممنون میشم که با لایک کردن و شیر کردنش با دوستاتون به من برای ساخت ویدیو بهتر کمک کنید مرسی از اینکه تا اینجا ویدیو هم همراه بودین تا ویدیو بعدی